أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقيم عنایت فرمودید که طی راه مستقیم بدون نعمت خدای سبحان میسر نیست. به منظور از این نعمت هم نعم ظاهره نیست، زیرا نعم ظاهره اگر راه زن نباشد راه گشا نیست و اونها هم که یا مغضوب علیه شدن یا ظالین، اونها هم از این نعم ظاهره برخوردار بودن و این نعمت های ظاهری باعث فریب اونها شد و شیطان وقتی که برنامه‌اش را اغوای مردم قرار داد گفت من اونها را از زینت ها میگیرم، یعنی چیزی که به عنوان زینت و به عنوان زیور برای فرد یا جامعه مطرح است من از اون راه اونها را میگیرم. پس این نعم ظاهره که زینتن ابزار دست شیطانه. شیطان در سوره نساء خدای سبحان جریانش نقل میکند، آیه 119 هم این است، شیطان که میگوید ولو ازلنهم من بندگانت را گمراه میکنم، راه گمراه کردن بندگان را هم تمنیات و آرزوهای اونها میداند. ود ولو امنینهم من از راه امنیه و آرزو اونها را گمراه میکنم، چیزهایی را به عنوان امانی و آرزو در دلهای اینها مستقر میکنم تا اینها به فکر تحصیل اون تمنیات باشند و از آخرت غافل باشند. خب پس از راه امنیه میگیرد. چگونه انسان را گرفتار تمنیات میکند؟ این را در سوره هجر بیان فرمود، آیه 39 سوره هجر این است، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. اون چه که مسائل زمینی است و دنیایی است من در دیدگاه اینها زیبا جلوه میدهم، برای اینها مزین میکنم، این را به عنوان زینت برای اینها تحمیل میکنم، اینا به دنبال شرکت میکنم. قرآن هم در آیه 7 و 8 سوره کهف جریان زینت های زمین را به خود زمین نسبت میدهد، میگوید اینها هرگز زینت های انسانی نخواهند بود. فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. قرآن هم راه را به مردم نشون داد. فرمود شیطان از راه تزیین و زیبا نشون دادن شما را فریب میدهد و این را هم بدانید هر چه در روی زمینه زینت هست، اما زینت الارض است نه زینت الانسان. زینت الانسان چیزی دیگر است، هر چه روی زمین است، اگر خانه است، اگر باغ است، اگر فرش است، اگر اتومبیل است، اینا همه زینت الارض است، زینت الانسان نیست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها چرا لنبلو و هم ایهم احسن و عملا. اونگاه فرمود این چنین نیست که این زینت ها دائمی باشد، هر زینتی یک تاریخ معینی دارد بعد پژمرده خواهد شد. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، هر مقامی یک بهاری دارد، یک پاییز خزان و معزول شدنی هم دارد، هر تراوتی یک خزانی هم در پیش دارد. ممکن نیست زینت های زمین دائمی باشد. اون که این زیورها را آفرید فرمود اینها زینت الارض است نه زینت الانسان و یک پاییز و پژمردگی هم به دنبال دارد که می شود سعید یعنی وجه الارض و جروز یعنی پژمرده. اما زینت الانسان چیست؟ زینت الانسان را در سوره حجرات بیان فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. پس قرآن اگر راه اغوای شیطان را به عنوان زنگ خطر به مردم رسوند که شیطان از راه تزیین انسان را فریب میدهد، همه نقطه نظرها را هم مشخص کرد که چی زینت الارض است و چی زینت الانسان است، تا انسان در هنگام تصور زینت بررسی کند بفهمد که آیا در تحت ولایت شیطان است یا در تحت ولایت رحمان. چیزی نیست که قرآن نگفته باشه. فرمود شیطان انسان را از راه زینت میگیرد، یعنی چیزی را پیش آدم زیبا و زینت جلوه میدهد بعد میگیرد، این خط کلی شیطان است. بعد اونگاه فرمود هر چه روی زمین است اینا زینت الارض است، زینت المرء و زینت الانسان نیست. زینت الانسان همونه که در کنار دل اوست و هو الایمان، ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس اون میشود زینت الانسان و اون چه روی زمین است میشود زینت الارض
و می شود ابزار دست شیطان. اینها به حسب ظاهر نعمتند، اما تا به دست کی باشه؟ گفتن بعد از اینکه انسان از کنار سفره غذا برمیخیزد، همون دعای امام سجاد سلام الله علیه و دیگر معصومین را بگوید: الحمدلله الذی اکرمنی و اطعمنی و مانند آن. اینا خوبه. غذای حلال انسان تهیه بکند و بداند از ناحیه خداست، بعدم که غذا خورد بگوید خدا را شکر که مرا سیر کرد، اینا خوبه. اما اگر چیزی در قلب او به عنوان زیور ظهور کرد، این خوب بررسی کند که آیا تحت ولایت شیطان است یا تحت ولایت الله، چون همه این خطوط را قرآن مثل نور روشن کرد. اگر خدا فرمود این قرآن نور است، چیزی را مبهم نگذاشت، چون کتاب نمیتواند هم نور باشد هم مطالب پیچیده. اگر نور است روشن است. اینها اموری است که دو طرفه است، یعنی هم میشود در طرف بد هم میشود در طرف خوب مصرف شد. تشخیص این امور خیلی دشوار نیست. عمده آنه که چیزی را که خدا نعمت ننامید، اصلا نعمت نیست و انسان در اثر اغوا او را نعمت میپندارد، این یک نعمت کاذبه است، نه نعمت. اون مهم است. نفاق را، مرض قلب را، بریدن از امت اسلامی را، همکاری نکردن با مسلمین را گاهی انسان نعمت میداند. وقتی خطر پیش آمد، عده رفتن جبهه و اجساد شریفشون را آوردن، یه عده میگن خدا بر ما منت گذاشت، خوب شد که ما نرفتیم. این در صدر اسلام. قرآن میگوید اینها این همکاری نکردن با اسلام و مسلمین را نعمت میدانند، چون چند سباهی سالمند. خطر این است که میگوین خدا بر ما منت گذاشت که ما نرفتیم و کشته نشدیم. این یک نعمت کاذبه است، اصلا نعمت نیست، برخلاف متاع دنیا. متاع دنیا نعمت هست، منتها هم میشود در راه صحیح مصرف کرد، هم میشود در راه باطل. اما نفاق و مرض قلب و امثال ذالک و بریدن از امت اسلامی اصلا نعمت نیست. در آیه 72 سوره نساء و 73 و 74، از جریان این گروه پرده برداشت. قبلش اینه که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، اون هوشمندیتون رو بگیرید، اون فرزانگیتون رو بگیرید. خذوا حذرکم، چیزی که دشمن نمیتواند حمله کند اونو بگیرید، به وسیله او از خطر محفوظ میمانید اون رو بگیرید. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، وقتی فرزانه و عاقل شدید، فن فرو نفر کنید، بسیج بشید، به طرف جبهه برید. حالا یا ثباتن یا صبح صبح و گروه گروه برید. اون فرو جمیعا، اگر حمله همگانی شد شما همگان برید، و اگر مقطعی شد گروه گروه برید. اونگاه فرمود تو شماها کسانی هستن که اگر یه چند روزی جان به سلامت بردن، میگن خدا به ما نعمت داد که ما نرفتیم و کشته نشدیم یا مجروح نشدیم یا معلول نشدیم. و این منکم لمن لیبتئن، تو شماها کسانی هستن که تبتئه میکنن، هی به بوت، هی به کندی، حالا این سفر نه سفر دیگر، این ماه نه ماه دیگر، این سال نه سال دیگر، این عملیات نه عملیاتی دیگر. و این منکم لمن لیبتئن، هی تبتئه میکنن، هی به بوت و کندی ارجاع میدهن. فین اصابت کن مصیبتون، اگر مصیبتی بر شما برسد، شهید بشید، مجروح بشید، معلول بشید، اسیر بشید، مفقود الاثر بشید، قال قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا، خدا بر من نعمت نازل کرد که من با اینا نرفتم و آسیب ندیدم، خوب شد که ما نرفتیم. خدا بر ما منت گذاشت و به ما نعمت داد که ما با اینا نرفتیم، وگرنه ما هم مجروح میشدیم. این رو نعمت میدانه. قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا، شهید یعنی حاضر، من با اینا حاضر نشدم که آسیب ببینم. اما ولئن اصابكم فضل من الله، اگر فضل الهی به شما برسد، پیروزی به شما برسد، غنیمتی نصیب شما بشود، لیقولند، حالا حرفش این است که علم تکن بینکم و بینه موده، گویا اصلا شما رو نمیشناخت، گویا اصلا در بین شما نبود، گویا اصلا نمیدید که شما گروه گروه دارید به طرف جبهه میرید، گویا اصلا ندیده بود این صحنه ها را. میگه که یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش منم میرفتم جبهه، یه چهار چیز غنیمت گیرم میامد. خب این نعمت، نعمت کاذبه است، اصلا قرآن او را نعمت نمیداند. نعم ظاهره را، مال و بنین را نعمت میداند، حالا گاهی انسان در راه خیر صرف میکند، گاهی در راه شر. اما این تبتئه را، همکاری نکردن را قرآن نعمت نمیداند. اون کسی که حالا یا منافق است یا فی قلبه مرض، چون اینها غیر از همان، بالاخره ضعیف الایمان است، اون که این چنین میاندیشد
این سلامت موقت را نعمت می داند. این نعمت کاذب است. اونگاه او چگونه می گوید صراط الذین انعمت علیهم؟ این کدام نعمت را اراده می کند؟ میگد راه منعم علیه را به من نشون بده. کدام منعم علیه را؟ خودش که سلامت موقت را نعمت می داند. خودش اگر آسیب ندید میگوید انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا. این که نمی تواند در نماز به حق بگوید صراط الذین انعمت علیهم. اونگاه فرمود اگر یک فضیلتی از طرف خدا به شما برسد گویا اصلا این در بین شما نبود، شما رو نمیشناخت. میگه یا لیتنی کنتو معه. و شاید خدای ناکرده این زیارت هایی که ما در زیارت وارث و امثال اینها داریم در باره سالار و شهیدان و شهدای کربلا علیهم السلام بگیم یا لیتنا کننا معکم، همینجور در بیاد در روز امتحان. حالا چون الان اونها از عظمتی برخوردارن بگیم یا لیتنی کنتو معکم، اما اگر در متن جریان بودیم شاید این چنین نبود. این گروه کسانی هستند که خدای سبحان در سوره توبه فرمود ما اصلا نمیخواهیم اینها دین رو یاری کنند. به اینا میگیم بشینید. اینها که سلامت موقت را نعمت خدا میدانند، میگن خدا به ما نعمت داد که ما با مسلمین همکاری نکردیم، ما اصلا نمیخواهیم دین به دست اینها احیا بشود. در سوره توبه آیه 45 و 46 این است فرمود انما یستعذنو کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر برتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اینا که استیذان میکنن از یعنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اجازه میگیرن که در شهر بمانند و اعزام نشون، اینا کسانی هستند که با شک و تردید به سر میبرن. اونگاه فرمود ولو اراد الخروج لاعد له عده. اگر واقعا میخواستن به اسلام و مسلمین کمک بکنن خب آمادگی فراهم میکردن. ولکن کره الله بعثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. وقتی افراد این چنین باشن خدا میل ندارد که دین او به دست افراد این چنین احیا بشود. به اونها بگه بشینی، یه دستن میرن جبه شما بشینی. خدا میل ندارد که دینش به دست هر کسی زنده بشود. لکن کره الله بعافهم. خدا نمیخواد اینا منبعث بشن، برانگیخته بشن. میخواهد به دست افراد خالص که فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه به دست اونها دینش احیا بشود. لذا توفیق را از اینها میگیرد. قیله نه یعنی دستور میدهد که آیون شما بشینید، اینجور نیست. امره فعله، انما امره فعله، انما قوله فعله. تو بیانات هست تعمیر سلام الله علیه هست انما قوله فعله لا بصوت یسمع ولا نداء یقرا. خدا که حرف میزند مثل حرفهای عادی نیست که انسان بشنود با گوشته. تو بیانات هست تعمیر سلام الله علیه هست که انما قوله فعله، حرف خدا کار خداست. در اون صحیفه مبارک سجاده امام سجاد سلام الله علیه دارد که الاشیاء به ارادتک دون امرک معتمرتون و به کراهتک دون نهیک منزجرتون. تو که نباید افعل ولا تفعل بگی که اشیاء معتمر یا منزجر باشن، که همین که اراده کردی اشیاء معتمرن، همین که کراهت داشتی اشیاء منزجرن. امر تو همون اراده توست نه افعل، نهی تو همون کراهت توست نه لا تفعل. تو اوامر تشریعی البته افعل و لا تفعل هست، اما تو مسائل تکوین امر خدا همون فعل خداست. خدای سبحان به یک عده میفرماد شما بشینید. اگر جنگ است، اگر جبهه است، اگر دین است، من خودم حفظ میکنم، نمیخوام شما برید حفظ بکنید. شمایی که اگر یک کمی آسیب دیدی اون حرف میزنی. دو نفر آسیب دیدن شما میگید قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا، و اگر غنیمت نصیبشون شد میگید یا لیتنی کنت معهم. شما بشینید، من نمیخوام دینمو شما یاری کنید. چون کره الله بعافهم، خدا نمیخواهد اینها برانگیخته بشوند. فثبت هم، تثبیت با تای مؤلف یعنی دستور نشستن دادن، اینها رو بازنشست کردن، اینها رو متوقف و ایستا کردن. فرمود من اینها رو گفتم بشینی و قیل قعدو، بشینی. با کیا باشی؟ با قائدین. قائدین در فرهنگ قرآن کیانن؟ همون اعرج است و اعما هست و مریض است و سبیان است و قواعد من نسا است و این هاست دیگه. فرمود من گفتم شما با اونها باشید دیگه. اونگاه اگر کسی در خودش این کشش رو احساس نکند معلوم شود یه تشری از طرف دیگر آمده. علی ای حال فعل خدا همون امر و نهی خدا از فعل خدا انتظار می شود. پس اگر خدا به یک عده می گوید شما بشینید یعنی اون توفیق را می گیرد، به عده می گوید بروید یعنی اون توفیق را می دهد. ولان گفتن تشریعی را که به همه گفت همون انفرو ثباتن او انفرو جمیعا،
فرمود یا صبح صبح گروه گروه بری، یا اگر خطر زیاد شد همه بری، نفر نفر عمومی است. اینو که به همه گفت. پس به یک عده تشهر میزند، میگد شما بشینید من نمیخوام دینم و شما یاری کنید، عده دیگر هستم. این چه گفتنید؟ پس به یک عده تکوینن میگه تو لایق نیستی بشین، به یک عده تکوینن میگه تو لایقی برو. اون میشه هدایت، اون میشه نعمت، که اون نعمت همون توفیق الهی است. این که میگویم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بونها نعمت دادی یعنی توفیق دادی، که این عالی ترین نعمت است و این توفیق نعمت صادق است. فتحصل نعمت در قرآن کریم یا نظیر نعم ظاهر است که گاهی سبب غضب می شود، گاهی سبب زلالت می شود، گاهی هم ابزار خدمت دینی است. یک قسم، یک قسم نعمت حق است که همون توفیق الهی است و زمینه سعادت است. این دو قسم. قسم سوم اصلا خدا او را نعمت نمی داند، یک نعمت کاذبه است که یک عده او را نعمت می پندارند، خیال می کنند این نعمت است، این سلامت موقت نعمت است، این اصلا نعمت نیست. اونگاه در این آیات سوره مبارکه حمد که محل بحث است، خدای سبحان انسان‌ها را به سه قسمت تقسیم کرد. فرمود یه عده منعم علیهند، یه عده مغضوب علیهند، یه عده ضالی. اون چرا که به نام سعادت است به خدا نسبت داد، برای اینکه فرمود صراط الذین انعمت علیهم، تو بر آنها نعمت دادی. و اما اون چه زمینه شقاوت است به نام غضب یا به نام زلالت به خدا نسبت نداد. نفرمود غیر الذین غضبت علیه یا غیر الذین اذللتهم، با اینکه سیاق اقتضا میکرد بحث به ظاهر که این چه گفته بشود صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیه. خدا بر کسی غضب نمی کند، اونا مغضوبون علیه میشوند. خدا حق میدهد و اینها این حق را به باطل مصرف میکنند، وگرنه از اون طرف جز رحمت چیزی دیگر نمی آید. در بیانات حضرت ابراهیم سلام الله علیه است که اذا مرض تو فهو و یشفین، نه ازا امرزنی فهو و یشفین. اگر مریض شدم او منو شفا میدهد، نه او اگر مرا مریض کرد. او از اون طرف رحمت میآید. از این طرف است که انسان نمیداند چگونه نعمت را صرف کند، مریض میشود. از اون طرف رحمت میآید، از این طرف تبدیل به غضب میشود که بدلوا نعمت الله کفرا. پس غیر الذین غضبت علیهم نیست، غیر المغضوب علیهم است. غیر الذین اذللتهم نیست، غیر الذالین است، غیر الذین ذلوا است. اینا گمراه شد. راه به این وسعت باز است، اینا بی راه رفتن. پس غضب و زلالت در اثر بی راه رفتن خود این ذالین و مغضوب علیه است، نه اینکه از اون طرف غضب یا زلالت بیاید، فقط از اون طرف نعمت می آید. و اما مغضوب علیهم کیانن، ذالین کیانن، گرچه در بعضی روایات تطبیق شده است مغضوب علیه همون یهودیان و ذالین مسیحیان، اما به عنوان جری و تطبیق است نه به عنوان تفسیر. هر دو مغضوب علیهن و هر دو ذالین. این طور نیست که مغضوب علیه ذال نباشد یا ذال مغضوب علیه نباشد و مانندن. حالا یکی از این دو صفت در اونها ظاهرتر خواهد بود. و هر انسان ذالی به مقدار زلالتش گرفتار غضب الهی است، و هر انسان مغضوبی به مقدار مغضوب بودنش ذال است و مذل. فرمود که ما به اینها رحمت دادیم، اینها بدلوا نعمت الله کفرا. در همون جا که زلالت را به خود نسبت میدهد، فرمود یهدی من یشا و یذل من یشا، فرمود و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی الذین فسقوا، اینها هستن که گرفتار زلالت میشوند. یا فرمود کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، از اون طرف رحمت میاد، از این طرف بیجا صرف میشود. منتها سبب غضب از بالا تهیه شده است یا از پایین تهیه شده است؟ از بالا رحمت میاد که رحمتی وسعت کنشه، از پایین از سبب غضب تفرح میشود. بنابراین این چنین نیست که منعم علیهم مستقیما از نعمت استفاده کنن، مغضوب علیهم مستقیما مشمول غضب باشن که غیر الذین غضبت علیهم باشد. نه، از اون طرف رحمت آمد، اینا بیراه صرف کردن، از اون طرف هدایت آمد، اینها گمراه شدن، لذا غیر المغضوب علیهم هستند و دیگران ضالی. مطلب دیگر این که در این بخش از آیات خدای سبحان انسان‌ها را به سه گروه تقسیم کرد، منعم علیه هستند و ضالینند و مغضوب علیه. در سوره مبارکه اذا وقع مردم را به سه دسته تقسیم کرد، فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه. این که فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه، دو گروه اهل نجاتند، یک گروه اهل عذاب. فرمود اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه حافظتون رافعه. به این قسمت فهم بود که اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسن فکانت هوا انبان بفن و کنتم ازواجا ثلاثه. شما سه دسته ای، سه گروهی. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه،
یعنی اونها که با یمن و برکت زندگی کردن، تمام زندگی اونها یمن و برکت بود. اینها اصحاب میمنت، نه طرف دست راست، چون سخن از دست راست و دست چپ نیست. اصحاب یمین این اصحاب میمنت، اونها که کارشون با یمن و برکت است، خیرن برای خود و دیگران. و اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه، از اینها به اصحاب شمال یاد می شود، نه یعنی اصحاب دست چپ. سخن از چپ و راست نیست، سخن از شعامت است. اصحاب مشعمه یعنی اینها که کارشون مشعوم است و نه میشون، کارشون با شعامت و زشتی میگذرد، هم برای خود مشعومن هم برای جامعه. و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اون گروه ممتاز و پیشگام در فضیلت. پس افرادی که به سعادت رسیده اند دو قسمتن، سابقون و مقربونند با اصحاب میمنه، اونهایی که محرومن اصحاب مشعمتن. پس انسانها را به سه قسمت تقسیم کرد، دو قسمت اهل نجاتن، یک قسمت اهل عذاب. در سوره مبارکه فاتحه انسانها را به سه قسمت تقسیم کرد، یک عده اهل نجاتن، دو گروه اهل عذاب. اونها که اهل نجاتن در اینجا که صراط الذین انعمت علیهم، همین منعم علیهم، در سوره اذا وقب به دو گروه تقسیم میشوند، عده اصحاب میمنتن، عده مغربینن. پس منعم علیهم هم یک درجه نیست، اون متوسطین از اهل ایمان، اونها هم منعم علیه هستن، این راه را طی میکنن و توفیق هم نصیبشون میشود، ولی جزء اصحاب میمنتن. اون ممتازهای اینها همین راه را طی میکنن، جزء مغربین خواهد بود. حالا تا نمازگزار کی باشد و از خدای سبحان چه نعمتی رو مسئلت کنه؟ یک وقت از اوساط از مؤمنینن، اینها در همون حد ابرار و در حد اصحاب میمنت از نعمت برخوردارن. یک وقت اوحدی از اهل ایمانن مثل اهل بیت علیهم السلام، اونها درجه عالیه را میطلبن. پس این چنین نیست که نمازگزارها و منعم علیهم یکسان باشن و یک درجه باشن و حرف هم در یک حد باشد، مفهوم یکی است اما مصداق ها فرق میکنند. مثل اینکه یک قطره را هم میگن آب، دریا را هم میگن آب، اون توفیق کمش هم نعمت است، زیادش هم نعمت است. اون چه که به اصحاب یمین دادن اونم نعمت است، اون چه را که به مقربین میدن نعمت است، منتها اون چه را که به مقربین میدن خالص است و اون چه را که به دیگران میدن خالص نیست. وقتی پاداش اینها را در بهشت تشریح میکند، میفهمد بین که در بهشت چشمه هایی است که یکسان نیست. ما به مقربین از اون چشمه ها خالصش رو میدیم و به دیگران ممزوجش رو میدیم. هم در سوره مبارکه هل اتا است، هم ظاهرا در سوره متففین است. در سوره هل اتا این است، میفرماید که و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. کأس اون قدح پر آب، خب تو این قدح پر آب همش آب است؟ بله آب هست. از کدام چشمه؟ فرمود این قدح، این کأس که پر آب است، یک کمی زنجبیل ما توش می‌ریزیم. زنجبیل چیه؟ زنجبیل یک چشمه است که خالصش مال دیگرانه، یک کمی چند قطره از اون زنجبیل در این کأس می‌ریزیم، ممزوج می‌کنیم به اینا میدیم. معلوم می‌شود هر چشمه را به هر کس نمی‌دهند. در آیه دیگر فرمود کان مزاجوها کافورا. کافور هم اسم یه چشمه دیگری است که در قرآن بیان فرموده، یعنی یک چند قطره از چشمه کافور در قدح ابرار مثلا ممزوج میکنیم، به اینها مینوشانیم، اون خالصش را به دیگران میدیم، به اون مقربین میدیم. در این سوره هل اتا فرمود یسقون فیها کأسا، خب این کأس یعنی اون کاسه پر آب. چی درش ممزوج هست؟ مزاجوها زنجبیلا. زنجبیل چیست؟ اینن فیها یعنی فی الجنه، که اسم اون این چیست؟ تسمى سلسبیلا. پس سلسبیل چشمه است بالاتر از زنجبیل و سلسبیل چشمه است بالاتر از اون چشمه‌ای که به افراد متوسط میدن و مقداری از اون چشمه سلسبیل را ممزوج میکنن بین آیون میخورانن. اینها از چشمه‌های دیگر میجوشن و چشمه‌ای که یفجرونها تفجیرا، چشمه‌های فراوانی است، اما اون به نام سلسبیل است، مقداری از اون چند قطره در قدح اینها می‌ریزن به اینها مرحمت می‌کنند. در سوره متففین هم ظاهرا فرمود به این که ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. رحیق یعنی اون قدح. خب این قدح چیه؟ مختوم است، یعنی سر به مهر. این کاسه رو با چی مهر کردن؟ ختامه مسک، با مشک، نه مشک، با مشک، با مسک این کاسه رو مهر کردن. خب
و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی اهل منافسه است و میخواهد گوی سبقت را به ربایت نفیس را طلب بکند در این امر مسابقه بدهد. خب این کاسه از چیه؟ آبش از چیه؟ و مزاجهو من تسنی، یک مقداری چند قطره از تسنیم ما درش ممزوج کردیم به این ابرار میدیم. تسنیم چیه؟ اینن یشربو به حل مقربون. معلوم شد مقام مقربون خیلی بالاتر از مقام ابرار است که گوشه از چشمه اونها را که خالص را اونها می نوشن چند قطره از چشمه مقربین را در کاسه ابرار می ریزن. حالا تا نمازخون کی باشد و چگونه بگوید اهدنا الصراط المستقیم و ماننده آن. الحمدلله.